چطور و چرا دو روز از ترور هنیه گذشته هنوز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره چگونگی حادثه توضیح ندادند؟ سلام و درود. واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم خودشون هم هنوز به یک واقعیتی نرسیدن، نمیدونن چی شده. کلیتش شاید براشون مشخصه، اما در واقعیت زوایای پنهانی داره که اونها براشون حل نشده. موضوع حتی نتونستن یک داستان منسجم، یک روایت منسجم درست بکنن. از این رو داریم میبینیم که خودشون از اینی که بخوان بیانیه بدن فرار میکنن و رسانه های مختلفشون میایند روایت های مختلفی رو میدن که دروغه اما متضاد هم، تا شاید اون روایت اصلی خیلی مشخص نشه. خب حالا با پیام خامنه ای و با تاکید تبلیغاتی در صدا و سیما بعد ترور هنیه با حمله موشکی، آیا از نظر شما حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل حتمی شده؟ در این صورت چه وضعی رو ما در چند روز آینده شاهد خواهیم بود؟ ببینید، یه دقت داشته باشید. خیلی ها میگوین که جمهوری اسلامی داره تکیه میکنه روی اینی که موضوع موشکی بوده به خاطر اینکه میخواهد موشکی پاسخ بده. یه دلیلش میتونه این باشه، یه دلیلش هم شاید واقعا یک اتفاق خیلی بزرگتری افتاده باشه. یعنی که مثلا شاید اصلا افرادی وارد اونجا شده باشن و انفجار رو اونجا انجام داده باشن و این جمهوری اسلامی داره فرار میکنه از این تعریف رو بگه، میره به سمت موشکی که بعضیا میگن این رو میگه که بخواد موشکی انجام بده چون کاری دیگه از دستش بر نمیاد، چون نمیتونه که قدرت این رو نداره کسی رو بخواد بفرسته بره اونجا ترور بکنه. یا قبلا تلاش کرده بود در قبرس اسرائیلی های رو بکشه در کشورهای دیگه، باز حمله ها رفته بود. اما چیزی که الان اتفاق افتاده به نظر من چیزی که حسن نصرالله گفت شرف جمهوری اسلامی زیر سوال رفته. الان جمهوری اسلامی واقعا در یک سردرگمی به دلیل اینی که معادله به شدت تغییر کرده، قواعد بازی و اون توازن قدرت به شدت به سمت اسرائیل سنگینی کرده. اگر الان کاری بکنه که این همین الان خودشون اعتراف میکنن دفعه قبلی تبلیغاتی بوده، میگن این دفعه خونخواهیه، در که اون دفعه هم زاهدی خونش ریخته شده بود. حالا این بماند که اونها خون اسماعیل هنیه را از نیروهای خودشون رنگین تر میدونن، اما این توازنه انقدر به هم خورده که دیگه یک حمله تبلیغاتی نه، یک حمله واقعی نیاز داره. اما اگر حمله واقعی انجام بدن و اون حمله دوباره شکست بخوره، دیگه اون توازن قدرت هیچ وقت نمیتونه حتی نزدیک روز قبل از کشته شدن هنیه بشه. به نظر من جمهوری اسلامی داره خودش رو برای آماده میکنه برای یک درگیری بزرگ اما با صفهای محدود و از اون برداره سعی میکنه که در مذاکرات بین المللی با افراد مختلف به خصوص چین و روسیه حمایتهایی رو بگیره. اما تا الان تو حرفهایی که داره جمهوری اسلامی میزنه، چیزی که احتمالاً با روبرو خواهیم بود همون اتفاقی که اون دفعه افتاد ولی با حضور گروههایی مثل حزب الله، مثل عراقی ها، چون جمهوری اسلامی غیر از این واقعا امکان کار دیگه ای رو نداره. ممنونم از توضیحات شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.